نه بابا اومدم خونه نشونه مشتری بدم بچه‌شم و بنگم سرم رفت. بی خیال بچه‌ست دیگه. امشب که یادت نرفته؟ نه یادم نرفته. به آقاتون هم گفتی؟ آره به آقامونم گفتم. ببین مقصود داره همجمع شدن قبل از مسافرت ها. حالا کادوی گرون قیمت این چیزو نخریه. باشه. پس من تا یه ساعت دیگه میبینم. چه وضع دوربریه؟ بکشو نگاه کن لوه. این همه مدت داری کار میکنی دوربری نمیتونی بکنی؟ خونه کنید اینجا دوروری اصلا جواب نمیده. چرا جواب خیلی تو همه شما یه ساعت وقت تو بذار سریع ببین چه جوری جواب میده به جای اینکه اس ام اس بازی کنی سر تو موبایل باشه. اس ام اس بازی آقا من کی اس ام اس نگاه میکنم دیگه شما همش حواست تو موبایلت. تو رو خدا هر جور شده بیای. تو که منو میشناسی. نمیتونم تو دیار قربت تنهایی دووم بیارم. سالم خانم این دفعه من تصمیممو گرفتم امکان نداره کوتاه بیام. نیما مجبوره با من موافقت. سالم شام نمیاری؟ این پشترشونه دیگه دارم چرتو که چند دقیقه دیگه هم صبر میکنیم سشته بدون نیما شروع میکنیم. تو خدا ببخشید من 10 بار تلفن زدم ولی جواب نمیدم. کنم خودشه تو شما ببرم نه چه در بودم؟ چه خبر؟ دفترم نیم کجا باز بشه؟ نیما تو چی نفردی؟ چی باز میکنی؟ من بهتو پیغام نزدم تو ها پیغام دادی که بابا چه زنگی نه پیغام بدی نه هیچی اصلا هیچی از من نیومده هم الان دیدم برام رسیده. خب دیگه وقت شام بفرمایید بفرمایید سردم گرفتم این رفقای ما هم یه چیزشون میشه همه میخوام برن خارج. خارج چه خبره من نمیدونم. من به جای تو بودم اصلا امشب حرف نمیزدم. تاریخ این گذشته؟ من چه نم تو خوردی؟ جدوم امروز؟ نمیام این نگاه کن من عینکم اون برم با شما میگم تاریخ این گذشته من عینکم رو نبردم چی میدونی پس؟ من میدونی چند هم اینه شیر مسموم گذاشته صابونه تو خوردی از خواب بیدار شدی این فرما رو پر کن خواب بیدارم فرما چی؟ و بعد بگیری بخوابی همین حقیقت اینه که جوانا حقیقت اینه که ظرف 6 ماه گذشته اینقدر جون کندم تا این آژانس بتونه بزرگترین قرارداد رو تهیه کنه ساعت 5 بعد از ظهر امروز کارم تموم میشه ساعت 8 با معاون شرکت محل کار ترک میکنم و بهم میگه مدیریت بخش جدید به من محول شده از این در وارد میشه تا این خبر خوشو با همسرم در میون بذارم و بگم روزهای آینده بهترین ایام خوش زندگیمونه ولی این خیار تو چشمم نگاه میکنه و میگه دیگه نمیتونه با هم زندگی کنه خب خانم کریمر ممکنه به دادگاه بفرمایید چند سال شوهر داشتین؟ سلام علیکم سلام ولی به تدریج تحمل کردنش مشکل شد چایی واسه من نریختی؟ آبجوش هستی بگم هست پشت چایی بریز خودت
میکنم. میخوام نظرتو بپرسم و ازت ممنونم که برفام گوش میکنیم. نمیدونم که این عادتای زشت رو بذاریم ما کنار، بفهمیم یا تو این خونه دو نفر آدم داره زندگی میکنه. هرچی رو برمیدیم فرما رو کردی؟ واسه یه نفر نهیم اینجا تو میگن فرما رو پر کردی؟ چی؟ فرما رو پر کردی؟ فرما چی؟ مهاجرت. مهاجرت؟ بله بله پر کردم، خیلی قشنگ تو سطل آشغاله برشتم. سطل آشغاله؟ یعنی چی مثلا تو سطل آشغاله؟ یعنی که من فعلا حال و حوصله شو ندارم. یعنی چی که الان حال و حوصله شو ندارم؟ هر سری بهش هر چی میگم الان حال و حوصله شو ندارم، حال و حوصله شو ندارم. پس کی حال و حوصله شو داری؟ با تو هم چرا جواب نمیدی؟ دارم حرف میزنم و باش اصلا هر جور راحتی، ولی این تو بمیری دیگه از این تو بمیری یا نیست. اون سری بهت گفتم یه خونه بخری، گفتی الان کار اشتباهیه میفتیم نمیدونم تو قرض و پول و کوفت و زهرمار. منم گفتم چشم، گفتم بیا ماشین بخریم، گفتی امسال نمیشه سال دیگه، باز منم گفتم چشم. وای تو همینجوری میخوای پشت سرم دیگه حرف بزنی؟ بهت دارم میگم از خواب پاشدم سرم درد گرفت. دردت داری که داری. اونو ماشین جبت مهاجرت نداره، اینو بدون اگه نمیدونی. عزیزم من اگه آدم اومدنی بودم میومدم تا الان. من که نمیتونم پاشم زارو زندگیم بفروشم پاشم مهاجرت کنم. اوه همچی میگه زارو زندگیم، هر کی ندونه فکر کنه رو گنج خوابیده. همینی که هست. بعدم یه چیزی بهت بگم، شما اونجا تو کارت موفق تری. بابا دهن منو وا نکن سارا جون. مثلا دهنتو بکنی چی میخوای بگی؟ بذار این فیلم رو وا نکن، اینو بذار من. نه دهنتو بکن ببینم چی میخوای بگی. تو اگه بلد بودی آقا کار کنی، ببخشینا هی از این شاخه به اون شاخه نمیپریدی واسه من. املاکو برو بردار، نمیدونم با دوستم نمیدونم شراکت بکنیم. ببین فکر میکردی مثلا چه اتفاقی داره میفته. هی حالا انگار اینجا انقدر آدم موفق بوده کم اومده، جا براش کم اومده، میخواد بره اونجا آدم موفق بشه. بلکو ما بزنیم ببینیم نصف شبی اصلا منو بشینین و کار کنیم. کم کن صداش، سرم رفت. چرا داد میذاری تو؟ سر منم رفته عزیز من، سر منم رفته. یک سال تمام در گوش من داری همینجوری پشت سرم حرف میزنی. هی بریم هی بریم 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 بریم. چه خبر اونجا؟ من نمیتونم باشم بیام اونجا چیکار کنم؟ بسات پن کنم؟ من اگه آدم اومدنی بودم تا الان اومده بودم. دست از سر من بردار. این دفعه من حرفمو به کرسی میشونم. ما میریم. ما نمیریم سارا، تو میری. من نمیام. دلت میخواد بری؟ برو. نیما من میرم. بله. من میرم، من تنها میرم. با مامان برو. با مامانم هم نمیرم. اتفاقا تنها میرم. من واسه همیشه میرم. واسه همیشه. شنیدی؟ واسه همیشه میرم. ترسیدم. فکر کنم الان دو روز دیگه میام. درسته. کی به پدر قول داد وقتی رسیدیم خونه بذاره پدر به کارش برسه و مزاحمش نشه؟ این دیگه خراب شد، درست نمیشه. ببخشید سالومه جان، قربونت برم. اونی که خوابه که بیدار کردنش کار سختی نیست، مثلا اون کسی که خودشو میزنه به خواب. تو برو بالا سرش، هر چقدر دوست داری جیغ بزن، داد بزن، هوار بزن، ببین بیدار میشه. نه بابا، بیچاره اینجوری هم نیست که تو میگی. بازم باش حرف بزن. من اصلا دیگه حوصله بحثای فلسفی اونو ندارم. بعدم که ما دوتایی به این نتیجه رسیدیم، موضوعم اصلا سر مهاجرت و رفتن من نیست. ما دیگه با هم دیگه آبمون توی جوب نمیره، هم دیگه رو نمیفهمیم. آخه طلاق به این سادگی هم نیست که تو فکر میکنی. هرچی هست از این زندگی من بهتره. بعدش ما این زن و شوهره دیگه جدا نمیشیم که. ما نشستیم حرف زدیم، به این نتیجه رسیدیم، توافقی میریم صحبت میکنیم، جدا میشیم. همین. مدارک رو آوردی؟ مر با اشتباه گردی از این کوچه اومدی؟ بایدم همون بر همون یکی کوچه میرفتی اصلا همینجا اصلا با من همینجا. خب بب مستقیم برو چپی که اون مست میشه. بایست خب اون ندید نیما، من چیکار کنم؟ خب اون نبینه، اون اصلا مشکل داره، حواسش ایستو نبود ببین. او چرا میکنی اصلا؟ راستی من خیلی فکر کردم، اما حساب کتاب کردم، پول تو رو نمیتونم بدم، سهمت رو نمیتونم بخرم. خب میفروشیمش. سهم من رو میفروشیم؟ من نمیبخشم، سهم هم نمیفروشم. یعنی چی؟
نمیخوای سهم تو بفروشی، نمیتونی سهم منو بخری. خب مسخره. نمیتونم سهم تو بخرم. مسخره بازی چیه؟ دارم سنگ میندازم. خب سنگ من دارم سنگ میندازم. راحت بگو که نمیخوام. ببخش من اگه میخواستم سنگ بندازم این کارا رو نمیکردم که. چیکار میکردی؟ خیلی راحت میومدم به شما میگفتم ببخشید من طلاقتون نمیدم. منم حتما از اون زنایی بودم که میشستم گوشه خونه گریه و زاری و التماس تو رو خدا واسه من از طلاقم. خیلی با سیاست دارید یه جوری چیدمان میکنی که خیلی در صلح و آرامش و صفا و اینا تماشا یه بازی در آوردی. من واسه آینده و زندگیم دارم خودمو به آب و آتیش میزنم. این اسمش بازیه؟ نه این اسمش خودخواهیه. من اشتباه کردم. بازی در کار نیست. خیلی بی انصافی نیما. خیلی بی انصافی. من بی انصافم؟ آره صد دفعه تو الان برات توضیح دادم. بله توضیح بفهمیم آدما با هم دیگه فرق میکنن. بله تو اینجا راحتی منو بله بله کاش همینجوری که کرده بودی میفهمیدی. بعد ما از اون اول با هم مشکل داشتیم. یه مریض بودیم اگه هزار تا مشکل داشتیم با هم دیگه زندگی بکنیم تا الان. خدا رو شکر داریم از هم دیگه جدا میشیم. تو الانش هم اشتباه کردیم با هم دیگه زندگی کردیم. اینجوریه پس. آره اینجوریه. بس ببینم تو چرا داری با من حرف میزنی؟ یعنی چی چرا داری با من؟ نمیخوام صدا تو بشنوم. تو طرز حرف زدن درست دارم حرف میزنم. بهت میگم حرف نزن. تو عادت داری همش رو اعصاب من. هیچ وقت نتونستی جواب منو بدی. من هیچ وقت چی بود؟ چی زدی؟ وای نیما یا خدا سارا واکن در واکن در واکن در واکن در واکن برو از اون از اون از اون از اون برو بشین نفس میکشه؟ نیما میگم ببین نفس میکشه؟ چی کار کردی سارا؟ چی کار کردی؟ بیمار ما که انشاءالله ترخیص میشه. ممنون تشکر. چی شده؟
بله. سلام. روزه جمعه ساعت 2 تا 4. نه فقط جمعه. نه فقط جمعه هستش. بله بله. خواهش میکنم. ببخشید. میدونم تو وضعیتی مناسبه نیستید اما بعد این فرما رو پر کنید. چند سالشونه؟ 7. اسمشون چیه؟ نیما مهرگان. اسم خودتون؟ نیما مهرگان. اسم من. اسم بچه؟ شمارشم 117. اسم بچه؟ مهران مهرگان. بیماری خاصی که نداره؟ خانم من خیلی تو وضعیت بدی هم. گروخونشو میدونی؟ میگم که خیلی اوزان بده. نگران نماشه، توکلتون به خدا باشه. ما همه تلاشمونو کردیم ولی حالش اصلا خوب نیست. شما برگاه مربوط به رضایتنامه رو امضا کنید که اگر نیاز به عمل بود بتونیم عملش کنیم. اصلا ببینم ما امیدی هست؟ امیدوار باشید. همیشه امیدی هست. برای شما صورت حسابتون؟ آه بله الان میام خدمت شما. برو من میام. ببخشید ماشی که باید صندوق پرداختون انتهای راه رو. بله چشم. ماشین کجا گذاشتی؟ گذاشتم کوچه بوده. شک نکنه بود. بهتری؟ ها؟ بیا بیا اینو بخور. فشارت فکر کنم افتاده. نبات داره توش. خوبه واسد. هنوز زنده است؟ نیما ای بمیره من. ای بابا بس کن دیگه سارا. به چه چیزایی فکر میکنی تو؟ صورتش از جلو چشم نمیره که در مادرش چی میگه؟
پدرشن چیکار؟ مادرش تو الان هیچی، همونجا همه قطعا پیداش کردن، رفتن بالا سر بچه واسده. باید میموندیم بیمارستان، نباید میمونیم خونه. میموندیم بیمارستان چیکار میکردیم؟ ما کاری رو که باید میکردیم و انجام دادیم دیگه. باید میرسوندیم بچه رو بیمارستان، رسوندیم. باقیش که دیگه دست ما نبود. ها؟ من اصلا نمیدونم، ندیدمش نه. بهت میگم بهش فکر نکن. اه. ولی بعد میموندیم بیمارستان. فوقش میخواستم بفهمن دیگه. از این حالم بهتر بود. از صبح تا حالا هزار بار مردم و زنده شدم. باشه زنگ بزن. باشه زنگ بزن بیمارستان. زنگ بزنم چی بشه آخه؟ کاری از دستمون برمیاد. فقط میفهمیم زندگیمون سیاه میشه همین. من بخوام برمیم. بابا بشین. داری عجله میکنی ها؟ منو ببر بیمارستان. یه چیزی بخور. نمیخوام اینو. یعنی چی نمیخوام؟ و دیشب تو هیچی نخوردی، بخور ببینیم. بله جان. آقای مهرگان بفهم. آقای دکتر کارتون دارن، لطفا بهت پیششون. چی نمان؟ هیچی، دکتر کارمون داره. متاسفم که باید این خبر رو به شما بدم، ولی شرایط جسمانی پسر شما اصلا خوب نیست. متاسفانه ضربه که بهش خورده اینقدر سنگین بوده که اونو برده تو کما. یعنی دیگه به هوش نمیاد؟ خوشبختانه سطح هوشیاریش انقدر هست که بهش امیدوار بود، ولی اینکه ما بتونیم کاری بکنیم یا کاری از دستمون بر بیاد یا نه با خداست. حالا ما باید چیکار کنیم؟ دعا کنید. برید بگردید ببینید کی به این طفل معصوم زده، یا کسی شماره پلاکی چیزی ازش که پیدا کرده گرفته یا نه. گفتید زده و در رفته دیگه نه؟ بله در رفت. عجب، آدم ها خیلی بد شدن. ما میتونیم ببینیمش؟ بیاد جلو، نترسید. دستشو بگیرید، چیزی نمیشه. خوش حرف بزن، میشنم. آتیش داری؟ نه، ندارم. ببینید چیز ننوشته؟ عجیب نیست بعد از 3-4 روز؟ نه شاید تو روز نامه چیزی ندادم. آخه من اینترنت بودم، اونجا هم سایت هیچ خبر نیست. فردا میری بیمارستان؟ آره یه سر میرم میزنم. من شاید بعد از اون یه سری زدم. خبر بابا دمار چه بد میشه. نه بله. اسم بیمارتون چی بود؟ دکتر لطیف. یه لحظه
اتاق 304 هستم. یه آقای مهربان میشه یه لحظه تشریف بیارید؟ بله جون. باهاتون کار دارم. کی؟ تو انتظامات. انتظامات برای چی با من؟ فکر کنم کسی که زده به پسرتون رو گرفتم. نه نگران نباشه. کجاست انتظامات؟ از اون سر. الان گفتیم. بله همین. ببخشید تلفن رو بابت اتفاقی که بر پسرتون افتاده واقعا متاسفم. قربان شو. شما نمیشینید؟ بله. ایشون آقای معراجی هستن، مشاور و مددکار بیمارستان. منم سروان کلامی هستم در خدمتتون. قربان شما، خوشبختم. ممنونم. یه مشکلی پیش اومده که باید حتما در موردش باهاتون صحبت کنیم. چه مشکلی؟ فعلا چیزی قطعی نیست، فقط یه سری سوال ازتون داریم. باشه، اشکالی نداره، من در خدمتتونم. قبل از این تصادف اتفاق خاصی برای مهران نیفتاده بود؟ چه اتفاقی مثلا؟ شما تحصیلاتتون چیه؟ تحصیلات من لیسانس گرافیکم. چطور؟ خانومتون؟ ایشون هم گرافیک خوندن، لیسانسه. شما یا خانومتون احیانا داروهای ضد افسردگی یا داروی اعصاب مصرف نمی‌کنین؟ نه، سوال برای چی ببخشید؟ واقعیت اینه که روی بدن مهران آثار کبودی هست که مربوط به تصادف نیست. این هم تاییدیه پزشکی قانونیه. کبودی کهنه و جراحت قدیمی. نظر پزشک قانونی اینه که مهران احتمال خیلی قوی قبل از تصادف مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خدا گواهی من و مادرش اصلا در جریان نیستیم. ما هم خیلی مطمئن نیستیم که این مربوط به تنبیه بدنی باشه، اما به هر حال از شما میخواییم که تا پایان تحقیقات همکاری لازم رو داشته باشید. بله حتما. امیدوارم حال پسر کوچولوتون هرچه زودتر خوب بشه. ممنون. شما هیچ مدرکی از خودتون یا مهران به بیمارستان ندین؟ نه؟ من خدمت مدیر بیمارستان عرض کردم، گفتم موقعی که اصلا تصادف شد من چون داشتیم با خانممون میرفتیم یه مدارک هم چون توی کیف شلوغ که شد گم شد و یعنی الان همراهمون بود، ولی ماجرا تمام بشه حتما یه علم و سنا میگیرم. حتما این کار رو بکنیم، مدارک لازمه. بله. بسیار خوب، شما میتونید تشریف ببرید. فرمایشی نداریم. باشه. پس اگه اشکال نداره من فردا میام خونتون، هم با هم حرف بزنیم هم همسرتون رو ببینم. من سلامون. به هر حال باید علت این کبودی ها مشخص بشه. نه بیاین، قدمتون رو چشم تشریف بیاریم. با اجازه، ببخشید. راستی شماره کفش پسرتون چنده؟ این سوال رو نه اینجوری با خانومم بیشتر. نه میدونم، منتها 33. شاید هم 34، نمیدونم. یعنی میدونم یا 33 یا 34، چون بعضی از کفش‌ها با هم دیگه یه تفاوتی دارن. فراموش دیگه ای نداری. قربونت، خدافظ. دست به چه نبود؟ بعد موقعیتیه. یارو مددکارو چه پیله ای آقا. من گیر زده میخوام بیام خونه رو ببینم، چیکار باید بکنیم؟ ما خونه رو چیکار داره؟ هر کیم بیاد خونه زندگی ما رو ببینه میفهمه هیچ بچه‌ای توی زندگی نمیکنه. آقا خیلی بد میشه، باید یه کاری بکنیم. دقت کردی من چه آدم بدبختیم؟ بدبخت برای چی؟ الان باید چمدونم رو میبستم، کارهای سفرم رو انجام میدادم،
نفرین تو بود نه؟ من اگه بلد بودم نفرین کنم، یه جوری نفرین میکردم دامن خودمو نگیره. پس تو هم بدبختی. چه خبره اینجا؟ چه خبره اینجا؟ چه خبره؟ خب 3 سال دست بروش نکشیدیم دیگه، با تمیزش میکردیم نکردیم. تمیزش میکردیم؟ اینجا اتاق کار توه، تو باید تمیزش میکردی. میکردم، تمیزش میکردم. اصلا تو چجوری اینجا کار میکنی؟ حالا ول کن دیگه، به جای حرفا بیا تمیزش کنیم. بله چشم. تو صبح هم تمام میشه. پیر شدم و دیگه اصلا نمیکشم. یه ذره کار میکنم به هنوهن میفتم. من میگم ببین این رنگ این اتاق خوبه، بی خودی علکی نریم دنبال رنگ و اینا، همین خوبه دیگه. اصلا اگه بخوایم رنگم کنیم وقت نداریم. بیاییم یه ذره از این چیزا میخریم، از این قاب عکس ها هست بچه داره روش، اتاق ها بچه ها یکی دوبار دیدم میزنن. میتونی بریم این کاغذی برای آماده ها که درش حاشیه یه چیز داره اونو بگیریم. حاشیه چی داره؟ کارتون و عروسک و خوشگله. بلدی ها؟ ببخشید ها، مثل اینکه 5 سال معماری داخلی کار کردم. معماری داخلی؟ حیف نبود؟ معماری داخلی رو آدم برکنه بره تو بونگاه و املاک مسکن و اینا. تقصیر من چه که یارو بلکر رفت خارج؟ خب یارو رفت خارج؟ من که 2 سال بعدش دفتر زدم شرکت زدم که میومدی اونجا کمک میکردی چی میشه؟ کسی از من درخواست کمک نکرد. من که نمیتونم خودم بیام به زور کمک کنم. شما خودت بریدی و دوختی و از خودت. من بهونه از همش ببخشیدم. باور نمیکنی من. هیچ هم بهانه نیست آقا نیما، هرچی من میگم با من کل کل میکنی. بعدم این اتاق تخت لازم داره. این بازی که راه انداختین خیلی احمقانه است. بدبختتون میکنه. بابا اصلا قرار نبود کسی بفهمه. اگرم به تو گفتم منو که میشناسی چیزی نمیتونم از تو قایم کنم. بالاخره که امروز فردا همه میفهمن. اون وقت میخوای چیکار بکنی؟ چاره دیگه ای داریم؟ آره، دیگه رو میدادین خلاص. سارا جان، این دروغ داره هر روز بزرگتر و بزرگتر میشه ها. امروز فرداست که کار دستتون بده. حالا فعلا منتظریم ببینیم تکلیف این بچه چی میشه. اگه خدا خواست زندمون مطمئن باشه لحظه‌ام تردید نمی‌کنه. پدرام تو کانادا با یکی آشنا شده که با یه سرمایه‌گذاری 200 میلیون تومانی تونسته 2 ماهه کار اقامتش رو جور کنه. تو هم می‌تونی همین کارو بکنی. منم بونگا رو گذاشتم واسه فروش، ولی لعنتی مشتری نداره که. اصلا سالی حالم خیلی بده، نمی‌دونم باید چیکار کنم. تو کی میری؟ 2 هفته دیگه. خوش به حالت، من چیکار کنم؟ خب گوش نمیدی دیگه، دارم بهت میگم تو گوش میدی. بابا منم مشکل دارم دیگه، بگن دیوونه نیستم که نمیام. الو سلام، خوبی؟ ممنون. کی؟ باشه، فقط خودت هم میای خونه نیما؟ باشه باشه، نه خدافظ. بعد 6 سال زندگی یه بچه کم نیست؟ والا تو این دور زمانه همین یه دونش هم کار سختیه. به هر حال بچه پول میخواد، شرایط میخواد، امکانات. سارا جان ببخشید الان پرسیدن این سوالا خیلی مهمه. اتاق مهران؟ بله بله. بله همینجاست. مهران پیش دبستانی میره نه؟ بله پیش دبستانی تو همین کوچه این برات. گل‌های بهشت. گل‌های بهشت. پیش دبستانی گل‌های بهشت. شما یه عکس خانوادگی ندارین؟ چرا بابا داریم، یه عالمه داریم. مگه میشه آدم نجم تو الان ما چون اساس کشی کردیم تازه. خیلی معذرت میخوام، من چیز خونه مادرم ایناست توی کارتون براش ببینم که معذرت میخوام. الو خوبه؟ اتاق مجهزی هم داره. ممنون. همه وسایلش هم که نوعه، میونش بیشتر با شما خوبه یا با باباش؟ خب به هر دومون وابسته است، ولی اصولا خب مادر یه چیز دیگه است دیگه. عجب. چه بازی رو بیشتر دوست داره؟
سارا از بیمارستان بود، مهران به هوش اومده. وکیل میگیرم کارمو انجام بده. میدونم تنهایی خیلی سختمه، ولی بهتر از این شرایطه. تو هم تا الان خیلی سخته بوده، افتادی تو مشکل، ولی یه جوری خودت باید تمومش کنی. حسنه باشید سلام. معاینه شد؟ چرا نگرانید؟ فراموشیش موقتیه. فراموشی؟ بله، مگه فراموشی داشتن اصلا؟ نمیدونستید؟ نه. از کجا بود میدونستی؟ مهران شما موقتا حافظش رو از دست داده، ولی شرایط جسمانیش خیلی خوبه. جای نگرانی نیست. نگران نباشید. با اجازتون. حالا واسه چی به این خانواده اینقدر مشکوکی؟ هیچ چیزی تو رفتارشون نازارم میده. نه اینکه فکر کنی میگم ممکنه پدر مادر بعدی باشن، نه. خب اگه پدر مادر بعدی نیستن، اصلا مشکل چیه؟ مشکل اینه که رفتارشون اصلا به پدر مادرها نمیخوره. این دیگه از اون حرفه بودا؟ میخوام یه استلام از ثبت احوال بگیرم. به این راحتی نیست. باید دو حکم قضایی بگیری، خیلی دوندگی داره. میدونم. ببینید آقا، اینجا یکم روشن‌تر میشه، اینم حذف میشه. خوب میشه، خوبه. واقعا خوبه؟ آره خوبه دیگه. کار خوب خوبه. فقط من باید این آخر ما تحویلش بدم. آره گوشی نگه دارم. پس واقعا همین خوبه دیگه. آره عزیز من، فقط یه دستی سر روش بکشم اونجا که گفتی رو حذف کن. الو. الو. چطوری خوبی؟ سلامم. من تا یه ساعت دیگه اونجا. در هر صورت من میتونم بیشتر. چیزی میخوای؟ تشنمه. مامان. بله. تو مامان منی؟ بذارم من مامان تو. کلم درد میکنه. خوب میشی مامان جان. باشم آخ. آخ.
آقای دکتر امید زاکر به اورژانس. آقای دکتر امید زاکر به اورژانس. سلام. ببخشید حواسم نبود. اونه چه خریدی؟ چرا خیرت و پرت خریدم؟ گفتم این مددکار میاد ببینه یه ذره دهنش بسته شه. بچه هم گناه داره دیگه. رفتم یه سری اسباب بازی خریدم گفتم اینا رو حداقل میبینی خوشحال شه. اینو نه دیگه، اینو بهش نشون دادم. معلومه دخترونش بنفشه. سوال نداره بچه است. کاری نداری من برم. قدم ما سنگین بود. کجا میری؟ نه کار دارم، کارم هم یه ذره طول میکشه. خداحافظ. ببین سارا، میخواستم بهت بگم من خیلی فکر کردم. اگه خدایی نکرده این جریانه یه موقع لو بره همه بفهمن، اصلا بهتره که تو اینجا نباشی، بری خیلی بهتره. خیلی ممنون که به فکر منی. من منظورم فقط اینه که میدونم دلت اینجا نیست. خواستم بگم که نگران من نباش، من مشکلی ندارم. خوبه که میدونی دلم اینجا نیست. خداحافظ. خداحافظ. بیدارت کردم؟ اصلا دیگه چه وقت خوابه؟ پاشو ببینم پسر گنده، پاشو ببینم من برای چیا خریدم، ببین من چه کردم. به به، ببین همه اینا مال منه. تو این اصلا یه دونشه، این دومیشه. اینو نگاه کن فقط. دیری دیری چجوری تعمیر کاری کنید؟ اینو میذارم برات اینجا. اینم یه دونه اسلحه قشنگ. ستای توفن. خوشت اومد؟ بابا کتابم که داشتی میخونی. کدو قل قل زن. مامان برات کدو قل قل زن خوند؟ آره. یادش بخیر. کتاب بچگی ما هم بوده. همشو وسط خونده؟ نه. از وسطش خونده. از وسطش خونده؟ بی گلدونه بابا. بی گلدونه با نرم زبانی به باب گفت: هی عیف از شما با این مقام، منو بخوری به جای شام. میبینی که نیمه جونم، یه پاره استخونم، بند اومده زبونم، با این قد و قامت و گوش، پلنگ کجا و شکار موش. اگه اجازه بدی دارم میرم به مهمونی توی یه قصر عیونی. کباب و برگون بخورم، قیمه بادنجون بخورم، چاله بخورم، پاله بخورم، چاق بشم، چله بشم، تقل بشم، مفل بشم، میرم بخورم، همه رو بخورم. سلام. سلام. به 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 به، خوبی مهران جان؟ سلام. جناب مهرگان خیلی خوشحالم که پسرتون رو سر حال ببینم. قربان شما. میتونم با مهران تنها صحبت کنم؟ برای چی؟ من الان که اصلا اوضاعش مناسب حرف زدن نیست. ولی من باید با مهران حرف بزنم. باید که نداریم که. بعدش این بایدی که شما داریم میگین نامش رو کی داده؟ این دستورش رو؟ شما نگران چی هستین؟ من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. وظیفه شما آزار دادن آدم هاست؟ نه خیر. وظیفه من کمک به خانواده هاست. یه خانوادهایی که شما دارید بگیم معمولا یه صاحبایی دارن، صاحباشون هم بعضی وقت دلشون نمیخواد کمک بگیرن از کسی. اون موقع با چیکار کنن کیو باید ببینن؟ همه ما گاهی به کمک احتیاج داریم. آهان، شما اصرار دارید که کمک کنید. هیچ اشکالی نداره. بفهم. خب، چطوری مهران جان؟ خوبی؟
باور کنی منم نمیدونستم آقای خلاق دوست میخواد همچین کاری کنه. نه آقای بجنوردی، آقای بجنوردی ایشون رو به من معرفی کرد. حالا شما یه ذره آروم باشین، من دوباره باهاتون تماس میگیرم. قربونتون برم، خدا نگهدار. وای چقدر جیغ میزنه. خودت تو رو خدا دیر شد. حالا بشین یه لحظه. بریم خیلی ترافیکه، ساعت 5 قرار داریم. بدو. مامان بابات برات نقاشی میکشن؟ آقای میراجی چند لحظه تشریف بیارید، دم در کارتون دارم. مامان بای بای مهران. شما با چی مجوزی داری اینجا بچه رو بازجویی میکنی؟ فقط باش حرف زدم همین. فقط باش حرف زدم این چی آقا؟ مگه من به شما نگفتم این بچه نیازه که توی محیط آروم خانوادگی باشه؟ بعد شما اومدی تو بیمارستان داری او تخت بیمارستان سیمچیمش میکنی؟ من با سروان کلامی هماهنگ کردم. سروان کلامی که آقا اینجا بیمارستان نکلان تری، شما باید با رئیس بیمارستان هماهنگ کنی. جناب اسقر تبار، ما ساعت 5 وقت داشتیم. سلام خانم، مشکلتون رو برام گفتن. راستش توی این موقعیت هدر دادن وقت براتون خطرناکه. من با دوستام تو مالزی هماهنگ کردم. با دعوتنامه‌ای که قراره پدرام خان براتون بفرستن، رفتنتون به استرالیا زیاد طول نمی‌کشه. تا کارای مهاجرتتون هم درست بشه میتونید تو مالزی اقامت داشته باشید. محل اقامتتون هم من خودم هماهنگ می‌کنم. فقط فکر میکنم که باید دو سه روز دیگه عازم بشین، که خب این یه خورده هزینهاتون رو بالا میبره. نه اینکه فکر کنید قراره من چیزی بیشتر از حقم ازتون بگیرم، نه جان بچه ها، نه اینجوری نیستش. فقط آدمایی که قراره کاراتون رو جلو بندازن یه خورده اشتهاشون زیاده. مشکلی نیستش، چون الان واسه سارا جون زمان از همه چیز مهمتره. دقیقاً این اتفاقی که براتون افتاد اتفاق بسیار بدی بود مسلماً، اما خب خوبیایی هم داشت. یه لحظه عذرخواهی میکنم. بله گوش خواهش میکنم. من توصیه‌ام اینه که در این مورد به هیچ کسی هیچ حرفی نزنید. طبق نظم هر روز زندگی بکنید. من برای پس فردا بلیط هواپیماتون رو هماهنگ میکنم، همزمان هم محل اقامتون هم رزرو میکنم. جای نگرانی نیست. بله درسته. جناب اسقر تبار فکر همه جا تو 48 ساعت آینده میتونیم قرار بعدی رو هماهنگ کنیم. من مدارک لازمم براتون فکس خواهم کرد. سلام. دارم میارم مسئول. نمیخواد بیای. چرا؟ چیزی شده؟ میخوام بیام ببینمش. دکتر گفت میتونیم ببرینش خونه. الان هم داره معاینه‌اش میکنه. فکر میکنم مرخص میشه. خب یعنی چی میخواد بیارش خونه؟ خب آره دیگه نیما. مطمئنی؟ چیکارش کنم؟ نمیتونم ولش کنم بره تو خیابون که. نه بابا من که نمیگم ولش کنی، میگم خیلی خوب باشه بیارش دیگه. نیما ما تا چند ساعت دیگه خونه ایم. خدافظ. باش خدافظ. مگه بابا خونه نیست؟ نمیدونم ماما. سلام علیکم. سلام. آره منه. بله برو شما، از خیلی خوشم اومدید. یواش چطوری؟ بیا. خودت باش. خوشت میاد؟ نه نسوزونی. برو بابا اتاقتو ببینی. اتاق خودم. آره اتاق خودت اونجاست. ببینی؟ مواظب باش. چقدر جالب. چه حالی که؟ چه خبره؟ ببینم این کارها رو واسه گول زدن و مددکاره کردی؟ نه همشم به خاطر اون نبود، گفتم بچه بیاد حداقل ببینه خوشش بیاد. بد شده؟ نه خیلی هم خوبه. آره دیگه یه وزد به سرم گفتم بچسبونم به در دیواری یه چیزی داره. معلومه کاملا مستعدی. تیکه بود این الان؟ نیما فقط واسه من عجیبه که چرا از پدر مادر این بچه خبری نیست.
امروز زنگ زدم به عزیز پسرمو. همون که تو آگاهیه؟ گفتن نیست، سفره، یکی دو روز دیگه میاد. بیاد دوباره بهش زنگ میزنم. میخوای بهش بگی؟ نه با چی بهش میگم؟ نه، گفتم یه زنگی بهش بزنم، یه خبری ازشون بگیرم، ببینم خبر بهشون رسیده، بچه دوزی بوده، تصادفی شده، خلاصه باید اونا بدونن دیگه. این پدر مادرش باید یه حرکتی کرده باشن، یه کاری انجام داده باشن. پدر مادری که یه همچین بلای سر بچهشو میارن نگرانش میشن؟ در صورت پدر مادرشن دیگه. تو چیکار کردی؟ این طرفی که این سالمه معرفی کرده بود دیدی؟ قرار شد چیکار کنی؟ گه میری؟ چند روز گرفتنی هم. راست میگی؟ چه زود؟ بخشیم بدیا، شما یه عادت خیلی بد داریم، معذرت میخوام اینو میگم، و هر کسی هرچی میگه شما باور میکنی که نشد که. نه منم همینو دارم میگم، لحام باور کنن، درست میگین شما. نه منطقه من دارم میگم، اگه چیزی مهمی بود حتما من شما. نه ببخشی، من نمیذارم شما بیایی. نه نمیذارم، ببخشی، نه مامان چیز. یعنی چی غلط میکنی مامان؟ خونه خودتونه، من که نمیگم نیایید خونه من. من میگم از اونجا برای چی میخواین همه راه رو بکوبین بیاین اینجا؟ چیز مهمی نیست اصلا. باشه مهمه، بله بله، حق با شماست. تشریف بیارین، قدمتون رو چشم. همین جا سلام میرسونه بهتون. سلام میرسونه؟ سلام، آره گفتم سلام میرسونه. به بابا سلام برسونه. قربان شما، ممنون، خدا نگهدارت. چی گرفتار شدم من نمیدونم کدوم آدم. لا اله الا الله، رفته همه جیک و پوک زندگی ما رو گذاشت کف دست ما دارم. چی گفته؟ رفته گفته جریان طلاق رفته گفته دیگه. خب من تو خودت بهشون نگفته بودی؟ نه دیگه، اگه میگفتم که الان عصبانی نبودم که، گذاشته بودم، گفتم حالا بعد اینکه ماجرا تموم شد بهشون میگم دیگه. پیرزن پیرمردن، چی بگم؟ کاری نمیتونم بکنم. الان من قصه منو تو رو بخورن که چی آخه؟ اوه چه خوشمزه است. بوش بوش تیبک نیست اینه؟ پارسال رفته بودیم لای جان. آه میگم این فرق میکنه، اونجا خریدم تازه بزاش کردم. چه؟ مامان. چونم مامان؟ یه خواب خیلی بدی دیدم. خودت داری میگی خواب مامان جون، نترس. چی دیدی؟ از سرسره اومدم پایین. رد کن بیاد. بایدش میگه مامان، مامان چیه؟ بابا کلم درد میکنه. اشکال نداره، خواب دیدی؟ کجای کلم درد میکنه؟ اینجا. چیزی نیست، بگی بخواب. خواب بعد دیدی حتما دیگه، ترس نداری که؟ مرد بین بزرگی. آره یه نفس بکش، بگی بخواب. ما اینجا این قربونه کنم باشه؟ چش بخوابم؟ بخواب تو، خوابت نپرید ماده، بخواب. آفرین پسرم. رسیدیم. چیزی شده بابا؟ نه. حالت خوب نیست؟ میزن فقط کلم گیج رفت.
همونجایی که من میدونم تو یک ماه گذشته سه تا مورد گم شده داشتیم که دو تاشون سمبالا بودن، یکیشون دچار اختلال حواس بود و یه بچه هم توشون بوده. جان سلام جان، متهمه فرستن داستان. بله. بچه چطور شده؟ به بچه خوشبختانه همون روز گزارش پیدا شد. آها خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. ببین قربونت، من دیگه مزاحمتون نشم عزیز. بفرمایید. من میگم که فقط دیگه سلام علیکم. خسته نباشید. ببخشید مزاحم. میگم اگه خبرشو تو من اطلاع میدی دیگه فقط ها. خبرشو که بهت میدم. خب. ولی من هنوز متوجه این پروژه نشدم. اوه چی شدی متوجه نشدی؟ شما پلیس هم تا شک نکنی انگار شبتون روز نمیشه. پروژه نمیدونی شک مادر یقینه؟ آره شما این بار رو شک نکن بابا، من پسرم بودم بابا. باش آقا باشه. یعنی چی؟ یعنی که من اطلاعات، یعنی اخبارش رو به من میدی دیگه خبر. باشه یعنی که دادن اطلاعات مجوز. ماشینو ببر، شاید کاری پیش بیاد بخوای زود برگرد. تو چیکار میکنی؟ گفتم سالی بیاد دنبالم، فرشته هم میاد مراقب مهران باشه. خداحافظ. خانم سالومه، مسافرتون حاضره. از دست من پدرام ناراحتی؟ نه برای چی؟ تصمیم خودش بوده. میخوای رأیشو بزنم؟ الان خیلی دودله ها. نه نه، خودت کی میری؟ منم تا آخر هفته میرم. سارم اول میره مالزی، بعدش هم میاد پیش ما. مبارک، منتظرتون. با اجازه. سالومه مواظبش باش، تنهایی خیلی اذیتش میکنه. خیالت راحت باشه، حواسمون بهش هست. خدافظ. مهران جون، مامانم خاله فرشته تا بعد از ظهر پیشت میمونه، ازت مراقبت میکنه. پدرت هم اگه کاری زودتر تموم شد میاد پیشت. باشه مامان جون. دلم مامان، میشه امروز نری سر کار؟ اینجوری میگی مامان قصه میخوره ها. خاله فرشته هست، کلی هم مهربونه، کلی هم ازت مراقبت میکنه. آره قربونت برم مهران جونم، اینم تو خمره که دوست داشتی. برشته که من نهار درست کردم تو یخچال، آب میوه طبیعی هم برش گرفتم، فقط قرصاشو سر وقت بهش بدی ممنونت میشه. قربونت برم، خیالت راحت باشه، من مثل داداش خودم میمونه. بیا برگر بده به مامان. سارا جان
قیافه به خودت گرفتی؟ بیا بیلیتو چک کن ببین چیزی از قلم نیفتاده باشه. سالی اینا من داره که ماشینه. فقط ماشین؟ آره. خونه پس چی؟ خونه رو نمیفروشم، مال نیماز. دیوونه شدی؟ خب خودت بهتر میدونی که ارزش اون خونه چقدره. آره میدونم، فکرام هم کردم. چی بگم؟ خودت بهتر میدونی. نیما جان بیا صبحانه. بله بله اومدم 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 اومدم. آخیش با 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 صبح چه صبحونه ای؟ امروز خاله فرستانی هم پیش من؟ نه خیر، امروز شما بنده ای. سریا دیگه از این وقت بریم، شما هم برم چیز بگیرم بیام. باشه دست. چیز خاصی که نمیخواه؟ نه مهران دوست نمیخواه؟ نه بس سنی میگیرم. باشه مرسی. کن زمین بازی و بوده برو بازی کن. اوه صورت چرا همچین شده ها؟ چی شد ماما؟ باشه ببینم چیه؟ ماما کلم درد کرد. چرا کلم درد کرد؟ هشت ضعف کرد.
بهش آب آب قد ولش کن ولش کن برمی دارم بیا درده بازی نکردی؟ نه سرش گیج رم خوردیش؟ چرا بابا؟ بابا بری خونه کلم درد میکنه بیریم بابا مجوز استلام از ثبت احوال بله یک دنیا تشکر آره نامش حتما میارم آره فقط فکر میکنیم چقدر طول میکشه از همون زمان دانش کردم دیوونه بود من نمیفهمم یعنی چی من فعلا تصمیمی ندارم کدوم آدم عاقل یه همچین حرکتی میکنه که تو کردی من احمقو بگو به خدا اگه میدونستم قراره تصمیم تو یهو عوض بکنی عمرن تنهات نمیذاشتم تو سالن پروازم رفتی؟ نه نتونستم خب بابا تو که خودت در جریانی این همه نیما سر قضیه مهران پای من وایساد حالا من ولش کنم برم خب این خیلی اینو که هم داشتیم که تو یکی احساساتی هم بشی سارا تو اینجوری نبودی یا؟ چه کاریه؟ اصلا اون ریخته برم میتونم مرزم نمیکشه اون چه حالی میکنه اون چه کارش کنم؟ نیما مددکار است در واکن دیگه الان میفهمه چرا بروشن تو تو بود من جوابش میدم برو بله 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 بفهم سلام علیکم سلام خالتون خود ببخشید دی بخت اومده من خبر میدم من خوش میکنم اینو خوش کردم بابا چه زحمت کشیدید مهران کوچولو ما چطوره بله بله خوبه به به با اجازه آقا مهران گل ببین عمو چی برات خریده سلام چطوری خوبی؟ ممنون بفرمایید خب یه بازش کنم این خوشت میاد یا اگه گفتی توش چیه؟ اگه گفتی آها حد شده حد زن توش چیه؟ بکنم یه عروسک 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 زیاد داری توی آها آها خب هنوز زیر نشده دو بگو کیه؟ اگه گفتی؟ مبارکه گفتین شماره پاش 34 دیگه نه؟ من گفتم سلام سلام نه جناب بهرگاه فرمودن نه سارا من گفتم بیا بفرستو چه اتاق خوبی داری؟ آره ماشین دارم پمه بنزین دارم آهن ربا دارم دیگه ماشین دارم دیگه توفنگ دارم عروسکم دو تا نه سه تا موش دارم بعد یه دونه ماهی دارم مبارکه چه اندازه است دقیقا درست گفتین شما پدر دقیقی هستید معمولا پدرها این چیزا رو نمیدونن مبارکه Thank you.
سارا برای چی بیدارم نکردی تو؟ سلام صبح بخیر چیز بده من بخورم برم بابا. خب بشین درست صبحونه تو بخور. شدم دیرم شده کارارم نصف کاره تموم نشد دیشب که همینجور گذاشتم نمیخواد همینگه لغمه بگیرم ببرم فلاش منو نبیدی؟ جواب این یارو من چی باید بدم من نمیدونم موندم همینجوری خوبه دوستش داری؟ بد نیست دست در نکنه خیلی بد جنسی من تا صبح نخوابیدم بد نیست عالیه عالی که نیست ولی خوبه از کجا میدرسه میخوام چه کارش کنم؟ بالاخره یه ذره میدونم سلقت چه جوریه بحبه چطوری؟ سلام صبح بخیر برو دستورت رو بشو بری صبحونه بخور برو این فلاشا رو پیدا کنی دیگه نوره الان نوره دست در نکنه ولی ها دست تو درد نکنه برای چی دست من درد نکنم برای اینکه منو توی موقعیت تنها نذاشتی تاریخش نگذاشته؟ نه خیر سال 93 تموم میشه اه فرصت هست الو الو میشنوی نه داشتم رانندگی میکردم گفتم بزنم کنار دیگه آنتن ندارم خب میخرم باشه باش نه خوبم بابا گوشی آقا اشتباه سوار شد نه درست نه داشت اشتباه اومدی ماشین رو آنیمایی سارا من زنگ میزنم بهت مرکز کنه روی خورده اختلاط کنیم برو بابا برو خدا روزی تو جای دیگه اولو برو پایین ببینم برو پایین ببینم بابا شده. برو پایین ببینم خیال بابا نمیری؟ بگم حرکت کن ببینم نمیری؟ نه زنگ میزنم 110 مثل که متوجه نمیشه بابا من جا دودم زنگ نمیزنم به این 210 زدی بچه مردم رو لطوپار کردی بعد میگی باباشم فکری تمومه همیشه تموم شده من تو رو دیدم پارک آفرین آره تو پارک من دیدم آره من تو پارک دیدم چی میخوای؟ چی؟ چی میخوای الان؟ چی میخوام؟ کسی که یه نفر ادعا کنه بابای بچهشه چی میخوای ازش؟ آه تو تصادف رو دیدی الان میخوای منو تلکه کنی ها؟ بعد میگی باباشی و من باباشم باباشی تو بابای مهران آه کی؟ مهران بابای مهران بالو تو خواب نمیدید اسمش از اسی به مهران ارتقا پیدا کنه زور زیاده؟ نه زورش من قلدوری میگم من 60 کیلو آدم چه دیگه بچه رو که آدم میزنه که دیگه چیه؟ میگم زورت زیاده بچه رو میزنی بچه شیه کی بچه رو بچه همه اینجاش کبوده بچه رو جمعن داری اگه نمیگه باباشی شیم نیستی؟ بچه صبح تا شب سگ دو داره میزنه واسه نون شبش معلومه که هر کس و ناکس کتکش میزنه آره تو باغ تو الان چی میخوای الان مهران رو چند میخوای بفروشی حرف حساب کسیفش نکن کسیفش نکن خیلی خب الان شما ما باید چقدر باید میشه من ریاضیم ضعیفه خودت حساب کتاب کن من نمیتونم بفرما حساب این بچه روزی 20 تومن درآمد بشه چقدر یه عمر زندگی چقدر میشه روزی 20 تومن درآمدش بده همین بچه ببین اصل رو بگو چقدر میخوای؟ من؟ آره رقم من 200 تومن چقدر؟ 200 تومن 200 میلیون تو برو خدا روزی تو جای دیگه حواله بده برو قربونت برم ببین من از بچه بدم میاد خب اگه میبینی این بچه الان تو خون زندگی منه خودت میدونی برای چیه دهن منو با نکن بذار بسته بمونه تو میزدی بچه ما رو میکشتی چی کار میکردی اون وقت؟ هرچی قانون میگفت باید دیه میدادم دیه شو بده دیگه دیه رو بده
آه 200 میلیون دیشه؟ آره. دیش انقدره؟ قیمت من اینه. قیمت تو اینه؟ آره قیمت من اینه. فکراتو بکن، باید حال کردم و ولی شیشه میشه ماشین تو همه زندگی تنگی. آره همینه که هست، باید حال کردم 200 تومنه. فکراتو بکن، خودم پیگیری میکنم. تموم شد؟ آره ولی خوش اومد. زنگ میزنم به همون دو تا یک صفر. خوش اومد. اون نیه اون یکی. اینه آفرین. بیا بودو بودو بودو. اوه چرا من زد بابا؟ چطوری؟ سلام بابا، میای بازی؟ خیلی باحاله. باشه برای بعد. مامان کجاست؟ تو اتاقه. بزن سارا بزن. سلام چطوری؟ یه لحظه بیا. چی شده؟ هیچی. ایران بزنم بزن. آها چی؟ آها فهمیدن؟ بردم. مامان بیا بازی دیگه. پول داشتم 200 میلیون بهش میدادم این یارو، آزادش میکردم بچه رو. نکنه دست. نه حالا تو مطمئنی باباشه؟ من چه میدونم باباشه یا نه، هر کی که بود خیلی آدم غلطاقی بود. میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ بیا هرچی داریم بفروشیم بریم کیش. میگه الکی قربونه برم، یه مدت میریم کیش پیش دایی زندگی میکنیم تا مدارک مهران رو جور کنیم، یه جایی میریم مالزی تا کار. بچه بازی هم اگه سارا چی میگی؟ نمیدونم دیگه، ازم فکرم به چقدر نمیده. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. چی؟ من هست همین پیشنهاد باز بریم به مددکار همه چی بگیم خودمون. برگردیم سر خونه اول. آخرش اینه که برای من برم زندان دیگه. بله دیگه. بعد ببخشی بچه چی مهران چی میگه؟ چی شد؟ سلام آقا جون، بفرمید. من با آقای مهرگان کار دارم. پیک موتوری هستین؟ بله. پیک موتوری هستین؟ نه، من از بستگانشون هستم. بفرمید بسی. شما قرار داشتین با آقای مهرگان؟ نه، بفرمید. پدر اسی اومده، خودشون در جریان. سلام بابا. کارتون دارم. گفته بودیم بیام خدمتتون بشم. بفهمه شما تو اتاق منتظر باشی، من میام. من به شما گفتم بیا اینجا؟ نه، گفتم یه خورده این قرارمون رسمی باشه.
براخره بس بفهمیم پدر بچه ما چی کاره هست. رئیس اینجا اومده کیسه تو گشادتر کنی؟ نه جون نیما، من آدم کم توقعیم. چی نیما کیه؟ نیمایی دیگه، نیما مهرگان دیگه. آره آقای مهرگان، من اسمت نمیگم نیما، همون مهرگان. مشکل اینجاست که من باور نمی کنم تو اصلا پدر این بچه باشی. چرا؟ بهم نمیاد. میاد؟ و همه میگن اسی کپی برابر اصلی. چشش هم خیلی شبیه آخه. نه اون واقعا به مامانش رفته چشش. مامانش کجاست؟ مامان نداریم بچه؟ داره. کو؟ آسمون آیه دو سالی است، مرده. الان همه کارش رو. من باور نمی کنم. باش نکن. یعنی چی؟ نکن دیگه، یعنی چیش به من مربوط هم میگم یعنی چی؟ این همکارات میدونم قضیه تصادفو. بشین بابا بشین. ببین به من نگو بشین بابا. با احترام میگی بشین. بشین خیلی خوب بشین. نمیخوام بشینم. آره بگو چی میگی؟ دو سه روز فرصت. چی میگه؟ من اصلا نمیشنوم چی میگی. میگم دو سه روز فرصت میخوام. آها فرصت میخوام بدونم چیکار باید بکنم. باش. بگم باش. خوب. این شد حرف حسابی. ولی بدون من سایه به سایه دنبالتم. آره دنبالتم. مثلا کار ندارم، کارم همینه. آره تهدیدم میکنم، کارم همینه، میام دنبالت دو سه روزم. خوش اومدی، بفهم. بله خوش گلی دو سه روز. فقط ببین بابای مهران داره دنبال من میاد. خب تابلو نکنی یه بیا سوار ماشین شو. چطوری؟ خوب امینه؟ چه قیافش اصلا شبیه بابای مهران نیست. در صورت فعلا ریش و قیچی دست اینه دیگه. میگم حالا از این آدم هایی نباشه که پورو بگیره دبه کنه. این عوضی که من دیدم فعلا واسه همون کیسه دفته. خوبی نکردین های مهرگان. من از همون اول میدونستم یه ریگی به کفشتونه. نیمایش تقصیر نداره، من پشت فرمون بودم. سارو چی میگی؟ هیچ فکرشو نکردیم پدر مادر این بچه چی کشیدن تا حالا؟ جونم بابا. مهران جونم. جونم مهران. بابا من اینجام، صورت تو باکن. گریه نکن بابا. ببین منو، چیزی نیست، برای چی گریه میکنی الان؟ ببینم مهران، هیچ چیزی زود میاد. الان میریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم هم با هم دیگه خونه. آقای مهرگان؟ بله. همسر تو هست؟ بله. ایشون بازداشت. الان بازداشت. نخوام دست، من لازم نیست، خودم میام. خب حداقل منو ببرین. ایشون با ما من تشریف بیارید. نگران نباش الان. بابا اونا مامان بابای واقعی تو نیستن، ما کمکت میکنیم که مامان بابا تو پیدا کنیم. آقا دکتر گفتش پدر مادر واقعی هستن. دکتر اشتباه کرد، هممون اشتباه کردیم. آروم باش.
تا یه ما دیگه کارت تو مالزی تموم میشد میومدی پیش ما، اون وقت از عذاب وجدان میمردم. به قهر بخور. بدتر از زندان و جریمه هست؟ بر من آره بدتر. دیوونه ای دیگه. تو هم حرفشو میزنی سالی خانم، پای عمل برسه هم من بدتری. آره خوب، من واسه خاطر پدرام همه کار میکنم. خیال کردی واسه خودم یه تنهایی غربت به تنم مالیدم؟ راستش منم واسه نیماز که نمیام. یعنی قصه شما دوتا خیلی فرق میکنه. تو پدرام جفتتون دوست دارید برید اونجا راحتین، ولی نیما هیچ جوره این قضیه رو قبول نمیکنه، اذیت میشه. هیچ وقت فکر نمیکردم یه روز به خاطر نیما بخوای از خودت بگذری. حس بدی هم نیست، گاهی لازمه. دلم واسه تنگ میشه. یه هفته بعد از اینکه شما با وثیقه آزاد شدین، سر و کله عموی مهران پیدا شد، همون که به شما گفته بود باباشه. فهمیدیم پدر و مادر مهران چند سال پیش به رحمت خدا رفتن. وضعشون هم بد نبوده، زندگی خوبی داشتن، اما خب زندگیشون میفته دست عموی، همه رو به باد میده. تا اینکه این اتفاق دیروز افتاد. گویا پشت ترک موتور عموی بوده که حین فرار یه ماشین بهشون میزنه. عموش داشته از گیر مامورا فرار میکرده، همراهش مواد داشته. مرده؟ نه، زندانه. ممنون که ما رو خبر کردی. راستش مهران که مرخص بشه منتقل میشه به بهزیستی، چون رأی عدم صلاحیت عموش هم صادر شده. من فکرم حالا که شما اینقدر مهران رو دوست دارین، داره بیدار میشه. توجه کنی، توجه کنی. خدایا باشه مونه میزنه. نه خیرم. پس چی؟ یعنی چی؟ پس کار بکیر مامان تو کار کنه. آره چشاش
چشاش خیلی شبیه بردش. شبیه ولی مبنوش ولی به نظرم شبیه بردش. ببینم آره یه ذره یه ذره شبیه جفتشون خوشگل نازن. اسمشون چی میخوایی بزنی؟ اسمشون میخوایی چی بزنی؟ اسمشون برادرش میتونه بزنی؟ اوغانی؟ چی؟ آوا آوا هم قجنگه. آوا